در نخستین روز از گرد همایی ملی جمهوری خواهان که در کلیولند برگزار شد، مخالفان انتخاب دونالد ترامپ به عنوان نامزد رسمی این حزب نتوانستند پیروز شوند. مارک پرز، یکی از نمایندگان انجمن در اون حزبی ایالت واشنگتن، میگوید صدای آنها شنیده نشده است. او میگوید نمایندگان ما ساکت شده بودند و صدای ما شنیده نشد، چرا که این یک کنوانسیون تقلبی است. آنها نمیخواهند که ما حرفی در مورد قواعد حاکم بزنیم. نماینده ای از جورجیا از موافقان دونالد ترامپ در مقابل میگوید انتخاب وی احترام به رای دهندگان است. به گفته وی 14 میلیون به آقای ترامپ رای دادند و آنها سزاوار این هستند که صدایشان شنیده شود. بسیاری از شخصیت‌های شناخته شده جمهوری خواهان در این گرد همایی حضور ندارند که از آن جمله میتوان به بوش پدر و پسر اشاره کرد. رئیس کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در این باره میگوید امیدواریم که وقتی خانواده بوش تصمیم گرفتند دوباره در فعالیت‌های سیاسی شرکت کنند به ما بپیوندند. در مورد فرماندار کیسیک هم همین امر صدق می کند. وقتی فرماندار ایالتی که این کنوانسیون در آنجا برگزار می شود حضور نداشته باشد، وضعیت دشوار می شود. خبرنگار یورونیوز می گوید انتخابات مقدماتی حزب ابراهام لینکلن را بیش از هر زمان دیگری چند دسته کرده است. گرد همون یک کلیولند تلاش دارد که آغاز روند بهبود این وضعیت را به نام خود ثبت کند، اما وجود نامزدی مانند ترامپ باعث شده است که جمهوری خواهان بترسند از اینکه این شکاف بزرگتر شود.